سلام به شما، به فرا خبر خوش آمدید. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین الملل به مناسبت 8 مارچ از عقبگرد جدی زنان در 7 ماه پسین در افغانستان ابراز نگرانی کردند. دیدبان حقوق بشر برعکس انگشت انتقاد را به سوی جامعه جهانی میگیرد و میگوید جهان برای حفظ حقوق زنان در افغانستان تلاش های سودمند را انجام ندادند. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی 8 مارچ را فرصت خوب برای مطالبه حقوق زنان در چارچوب اسلام میگوید. بانو فتانه گیلانی رئیس اجتماع زنان افغانستان اینجا در استودیو و بانو فاخره موسوی پژوهشگر با ما وصل هستند. کاردو میمون گرامی را خوش آمدید میگم به برنامه. اجازه بدین بانو گیلانی که بر شما و با بانو فاخره و زنان جهان به خصوص افغانستان روز جهانی زن را تبریک بگویم. چه تفاوت داره بانو گیلانی این 8 مارچ با 8 مارچ های سالهای گذشته به شما؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام احترام بر شما، بر بینندای محترم و بر خوار عزیز ما سلام ها و احترامات خود تقدیم میکنم. درود بر روی پاک تمام شهدای راه خدا و آزادی مردم افغانستان. در ارتباط به سوال شما میخوام بگویم که در چندین سال گذشته که هم تیر شد، ما هیچ وقت به زنان افغانستان 8 مارچ که روز همبستگی یا روز بین المللی زناست در سراسر جهان، بر زنان افغانستان ما هیچ وقت مبارکی یا تبریکی نگفتم. و به طور مثال پارسال مثلا روزانه در حدود 250 تا 300 جوان ما جنازه هایشان در خانه ها بر مادرایشان، بر دخترای، بر خواهرایشان و بر خانما و اولادایشان آورده می شد و هیچ کس نبود که صدا بلند کنه و هیچ کس نبود که از ظلم ناروای حکومت فاسد جمهوریت 20 سال و یا از سیاست های غلط جهانی آواز بلند کنه در مقابل ظلم ناروایی که جریان داشت در افغانستان. ما پارسال هم تبریکی نگفتیم و امسال هم من کدام چیز خوشی ندارم و که به زنان افغانستان تبریک بگویم، ولی می خواهیم که یک ذره برام به گذشته ها و در ارتباط به مسئله زنها کمی کوتا اشاره داشته باشم. ببینید، در طول تاریخ افغانستان زنها از عزت و وقار زیاد در افغانستان برخوردار بودند. وقتی که شما تاریخ مطالعه میکنید و تاریخ معاصر افغانستان، زنها همیشه با عزت بودند، شجاع بودند، از طرف مردها بسیار احترام میشدند و یک فرهنگ بسیار کلان و معتبر افغانستان بود و در جنگ ها و در وقت تکلیف و مشکلات که سر افغانستان میامد، زنها مثل مردها وارد در جنگ ها یا در تجاوزهایی که سر افغانستان صورت گرفت، مثلا جنگ افغان و انگلیس، جنگ تجاوز شوروی سر افغانستان، بعد از او حمله یا تجاوز امریکا با 50 کشور ناتو که سر افغانستان حمله کردن آمدن، زنهای افغانستان شانه به شانه امرای مردای افغانستان قربانی های بی حساب را از خود به نمایش گذاشتن و از خود شجاعت نشان دادن. و چقدر سخت است شما فکر کنین که از ازای خدا آدم وقتی که از دست بته و ایده به خاطر ازی زنهای افغانستان قبول کردن که عاشق آزادی هستن و همه قسم که مردها عاشق آزادی هستن و میخواین همه قسم زنا. ولی در طول 20 سال زیر نام شعار دموکراسی و آزادی و شعار دادن های زیاد در ارتباط به مسئله زنا، البته هنده که کار صورت گرفت ولی او کافی نبود، ولی ما با ازارها در حدود 70 تا 80 هزار عسکر کشته شد و این 70 80 هزار عسکر ما خانواده داشت، زن داشت، خواهر داشت، مادر داشت. به او خاطر ما روزهای 8 مارچ کدام چیز نداشتیم و امروز هم بعد از 15 اگست یک تولد بسیار بزرگی در افغانستان که آمد، ببخشید همیش نقطه را آخر کنم، با وجود که آمد و در طول 7 ماه کال از حکومت امارات اسلامی میگذره، کدام پروگرام برنامه خاص در ارتباط به زن، در ارتباط به زنامه نمیبینم و با یک تعصب و یک تبعیض بسیار جدی نمیبینم که به شکل پلان شده جریان داره در مقابل زنا. بله، مفصل تر روی از این موضوع میایم، ولی بانو موسوی ابتدا میخوایم بفهمم که شما از کجا وصل هستین. ببخشید من سوالتون نشد. سلام میکنم خدمت. بله، شما از کجا وصل هستین به برنامه؟
و از صدایتون نامد بانو موسوی، از کجا وصل هستین؟ میگم که ما از فرانسه برای شما هم صحبت میبشم. بانو گیلانی، میگن که امین روز 8 مارچ و این مسائل زیاد نمایشی است و چندان ارزش نداره، ولی در حد یک دلخوشی برای زنان افغانستان در سالهای گذشته بوده. چه تفاوت داره برگزاری 8 مارچ در افغانستان با کشورهای دیگر، بخصوص فرانسه که شما در او هستین؟ ببینید، روز 8 مارچ روز همبستگی زنان است. روز نیست که ما نشنیدیم در فرانسه ما که چون ما فقط در افغانستان یا در وقت می باشند و سعی می کنند که این روز به عنوان یک روز سمبول ازش تجلیل کنند، بخاطر می بینم که به یک دیگه خود تبریک می گن. اما اینجا اکثرا کسایی که در مورد 8 مارچ هستند کنفرانس برگزار در مورد وضعیت زنان گپ می زنند، در مورد پیشرفت می زنند، در مورد حقوق زنان گپ می زنند. مثلا امسال در فرانسه پرداختی زنان یا درآمد گپ میزنن. امروز صبح که در یک سمینار برگزار شده بود در مورد فمینیست یا زنانی که بر حقوق زنان، برابری مال زنان یا تنخواه زنان گپ میزدن، چون در برخی اتحادیه اروپا جمله فرانسه 20% کمتر از مردان میباشد. همبستگی زنان است که میشینن در کنار خود زنان، در کنار هم میشینن یا مذاکره میکنن با کسانی که حقوقدان هستن، کسایی که فعالیت میکنن یا از نظر حقوقی با اونها مشوره میکنن. میفهمم که در افغانستان بسیار شرط افغانستان و ای که این روز همه زنانی که میشناس حقوق زنان در افغانستان یا در ایران فعالیت میکنن، همه ایشان ناراحتی و نگرانی میکردن به خاطر که میگفتن روز زن است، خب حقی نداره. ولی در افغانستان اخیراً دیده میشه که زنان از وضعیتشان بیشتر راضی نیستن، اعتراضات گسترده به پا ایجاد میکنن، برگزار میکنن، در کنارش اینجا اعتراضات در سطح حتی ولایت ها هم برگزار میشه از طرف زنان. فکر میکنین چی چیز باعث شده تا وضعیت زنان مطابق میلشان امروز نباشه؟ عوامل مختلف نقش داره. یکیش جنگ میباشه، یکیش اختلافات مذهبی میباشه. کسانی که بر حقوق زنان کار میکنن حقوق مدرن زنان در نظر نمی گیرن، یعنی که بر اساس پیشرفت زمان و مو اندازه حقوق زنها است. مثلا اگر زنی هست که دکتر است یا یک زنی هست که یا زنی هست که در یک جای تکنیکی کار میکنه، این هر کدامشان نفره داشته باشند و حقوق خاص را از برخوردار باشند. در فقط در مو حقوق سنتی باقی ماندیم، چون شریعت به شدت کنترل حقوق زنانه و از زن نمیکنه، از زن به عنوان یک وجود یا یک ابزار یاد میکنه یا یک کسی که میشه ازش استفاده کرد. عنوان یک ابزار تولید مثل است. یک زن به عنوان یک کسی است که در خانه باید کار کنه، اولادداری کنه یا تربیت طفل بر عهده بگیره، چندانه نداره. خب البته کیفیت صدای شما مشکل داره بانو موسوی، امیدوار هستم که دوباره جور شوه. ولی با بانو گیلانی بر بگردیم. بانو گیلانی، حتما موافق بانو موسوی هستین که یک دید متفاوتر نسبت به کشورهای دیگر در پیوند به زنان در افغانستان وجود داره. زن باید در خانه باشه، زن نباید کار کنه و این مسائل. چرا همین گونه یک دید وجود دارد؟ در واقع چه چیز باعث شده تا این گونه یک تعریف از زن در افغانستان باشه؟ خب من فکر میکنم که از بیخبری بعضی کشورها یا بعضی کساستک زن در افغانستان به قسمی که اشاره کردم در طول تاریخ افغانستان همیشه صدا داشتن، همیشه کار داشتن، همیشه فعالیت داشتن، همیشه به خاطر مملکت خود، به خاطر
عق خود، حیثیت خود، به خاطر تربیه اولاد خود بسیار زحمت کشیدن. شما همی دوره حکومت غازی امالا خان ببینین که از اون زمان ترقی و تمدن آستاس تا سنگ تعدابش گذاشته شد، که اگر از اون وقت دوبال ظالمای زمانه اگر غرض نمی گرفتن یا مداخله نمی کردن به افغانستان و افغانستان هم می ماندن، در این 100 سال شاید افغانستان بسیار به یک جای پیش می رسید و دنیای انتقادای بی جای بیمانای خود نمی کرد و یک قسم عسکر نمی آوردن و قدر اسلحه های مدرن نمی آوردن و یک قسم بیرحمانه زن افغانستانش، مردش، بچیش یا خودش یا چوچکایش به شهادت نمی تونستن برسانن. به هر حال ما هر کس نظرش قابل قدر است، ولی نظر به کلتور و هنرنات افغانستان ما بخواهیم صحبت کنم. ببینین تقریبا 14 هست که در افغانستان جنگ است و این 14 جنگ از طرف خود افغان ها نبوده، پشت از این خارجی ها بوده، پشت از این دسته های ناپاک چنل های استخباراتی هم بود، هم شرق هم غرب. و این جنگ خودش وقتی که شما مکتب نرین، وقتی پانتون نرین، وقتی که شما در بین محیط فامیل سالم تربیه نشین، کلان نشین، راهنمایی سالم نشین، معلمدار شما بیفرنگ کلان میشین. و حالا متاسفانه یگانه چیزی که ما بیچارا از دست دادیم مسئله فرهنگ ماست. ما یک قصه بسیار کوتاه برتان میکنم از زمان غازی امالا خان، وقتی که ابیبالله کلکانی قدرت از غازی امالا خان گرفت، ابیبالله کلکانی پیشنهاد کرد که حرم سرای که ده هر بود، گفتن که این را باید خالی کنیم، به اونجا کل زنا و دخترای فامیل غازی امالا خان بود. وقتی که اونا از حرم سرای بیرون میشنن، تمام عسکر ابیبالله کلکانی روی خود طرف دیوال گشتندن، به خاطر از اینکه بگفتن به خانما یا سیاسرا به گفتی از ما وقت اون مردم که به احترامی صورت خب، نگیره. اما شما بیاین یک چیز جذب تین بله. اما هیقدر ما در این جنگ بی فرهنگ و بی خاصیت شدیم. خب شما بیشتر ملامتی را به گردن شرق و غرب مندازین که در افغانستان ما سر افغان ها مندازیم. خب ولی حکومت های مختلف در افغانستان از زمانی که شما یاد کردین ادعا کردند که حقوق زن را برشان تامین میکنن، به زن احترام دارن و این مسائل. ولی از دید شما چه تفاوت در زندگی شخصی شما حداقل پس از روی کار آمدن امارت اسلامی آمده؟ خب ما فعلا زندگی میکنیم بس فعلا، اما دیروز بسیار مهم است که ما باید یاد کنم. ببینین ما اقدر بی فرهنگ متاسفانه شدیم که در طول تاریخ افغانستان، گفتم که زن اقدر از مقام والای بلند برخوردار بود، از عزت زیاد برخوردار بود، به زن احترام صورت می گرفت. وقتی که زن به ایسی کلان فامیل در میدان می برآمد برای یک مشکل، صدای شنیده می شد، برای صدایش احترام می کردن، می گفتن خانم محترم بیرون برآمده. ولی متاسفانه که در افغانستان در اثر جنگا و بی فرهنگی هایی که به وجود آمد، متاسفانه بر زن تجاوز دست جمعی صورت گرفت، بر زن زن فروخته شد، به زن مثلا آزار اذیت داده شد، مثلا زن شکنجه دادن، زن فروختن، زن به آرسی اجباری گرفتن، زن به دهان و مشکل خشونت های دیگه هم باش روبرو شد. مثالش مثلا فرخنده شهید است که به شاور میخواییم بگویم که غربی کار کرده یا خود مردم کار کرده؟ نه، میخواییم بگویم که حکومت های فاسد، حکومت های بیمسئولیت. و ما خود ما افغان ها که پیشتر اشاره کردیم که ما در این جنگ بسیار زیاد بی فرهنگ شده متاسفانه، و امروز که افت ما از حکومت امارات اسلامی میایه، بسیار زیاد توقع نداریم که در طول این 6 ماه یا چند ماه اول باید بسیار تغییرات میامد. ولی چیزی که ما ترس دارم ایست که در اوضای کار و فعالیت های زنا، کارهای سیاسی، کارهای اجتماعی، فرهنگی و پانتون ها در سراسر افغانستان خب، و اینا باید کلگیش فعال شوه و تبعیض و تعصب نباید در مقابل زن بله. صورت بگیره. بانو موسوی، بانو گیلانی، در پیوند به دید حکومت ها در برابر زنان از گذشته های دور تاکید کردن، ولی شما فکر میکنین فعلا چه نوع حکومت برای زنان در افغانستان حاکم است؟
ما فکر میکنم که از ابتدا تا حال اگر بخوایم، ما با نظر خانم گیلانی موافق هستم، خاطر که اونا گفتن که از ابتدا که زنها برشان آزادی داده شد باز هم روی کرد جامعه هم میخواستن. فکر میکنم که در مورد روی کرد جامعه و سیاست مدارها هم گپ بزنن. مثلا میخواستن بگن که این موضوع موضوعی نیست که بخوایم بگیم که زنها دچار یک مشکل هستن که از اون طریق نمیتونن پیشرفت کنن. نه خیر، جامعه هم هست، جامعه هم هست، سیاست هم هست و حکومت ها از ابتدا تا حال همو نگاه سنتی خود به زنان چیز کردن، حفظ کردن. چی فرق میکنه که ما به دولت جمهوری باشیم، به دولت پادشاهی باشیم یا تحت تسلط امارت طالبان باشیم؟ نگاه سیاست ابزارگونه است بزن، نگاه سیاست بزن به حالت چیز است، حالت سنتی می باشه و بزن نگاه ابزاری میکنه، یعنی که بهش حق نمیده که به عنوان یک فرد به گپ خود بزن، خودش بخواه یک کار انجام بده، بخواه که دکتر شوه، بخواه که از خانه خود برای، بخواه که تحصیل کنه. اینها ایناست که مهم است. خب نگاه سیاسی یا نگاه ابزاری، بله بانو موسوی، چرا باید نگاه سیاسی یا نگاه ابزاری به زن وجود داشته باشد؟ در واقع سودش برای حکومت ها چی است؟ در دولت گذشته ما ایتو میگفتیم، یعنی کل جامعه شناسا و سیاست مدارا کلشان را میگفتن، میگفتن دولت گذشته به خاطر این که کمک های بین المللی را جمع کنه و یکی از چیزهایی که حقوق بشر در اتحادیه اروپا و ایالات متحده برش تاکید میشه حقوق زنان است و از طریق حقوق زنان اونها پول های زیادی را به جامعه مختلف چیز میکنن، تزریق میکنن، که اون موضوع برنامه امپاورمنت بود که با پکن مطرح شده بود و بسیاری از زنها در تمام زنهای دنیا در پکن جمع شدن و هر کدامشان یک استیتمنت خواندن در مورد وضعیت جامعه خود گپ زدن و سعی کردن که منابعی که وجود داره برای ای که بر رفاه و پیشرفت زنان و پیشرفت جامعه خود بخواین اونا جذب کنن. افغانستان هم جزوی کشورها بود. اما چطور شد این موضوع اتو شد که بسیاری از کسایی که سیاست مدار بودن یا دولت مرد بودن در دوره جمهوری، اگه این موضوع در نظر بگیریم، اونا این منبع را کشف کرده بودن، یعنی میفهمیدن که از این منبع میتونن پیسه به افغانستان وارد کنن، بنابراین میتونن از طریق NGO زیادتر پیسه بگیرن، میتونن بسیار پروژه های عجیب و غریب تقدیم NGO های مختلف میشد که از اونها پیسه میگرفتن ولی هیچ کار در عمل انجام نمیدادن. مثلا اگر کسی بود یک مثلا کشاورز، یک زن کشاورز بود که سرپرست 36 نفر بود و باید کار میکرد بر روی زمین خود و زمین تریاک از بین میبرد، به جای چیز دیگه میکاشت و پیسه که باید به دست او میرسید نرسید متاسفانه. و این نگاه ابزاری به خاطر این گفته میشه چون یک مقدار، یک قسمت از سیاست های کشورها اقتصاد سیاسی میباشه و اقتصاد سیاسی نیازمند منبع است، نیازمند پیسه است، اگر به زبان ساده بخوایم بگیم. و در حال حاضر هم امارت طالبان از این موضوع خوب امرش بازی میکنه، ما باید این را در نظر بگیریم که باز هم حقوق زنان ابزاری مطرح میشه. من صبح یک جمله بسیار مدرن از آقای مجاهد دیدم که بسیار برم جالب بود که آیا بر من هزاران سوال مطرح شد از این جهت. کدام جمله؟ گفته بودن که روز 8 مارس روزی است که زنها باید بر حقوق شرعی خود قیام کنن و این بسیار جمله مدرنی است که یک نفر بخواه بزنه. و اگر بخوایم ما بخوایم از نظر شریعتی را مطرح کنیم، بسیار از چیزهایی هست که در شریعت وجود داره، شما حتی اگر برین در قوانین و فقه اسلامی این موضوع را مطرح کنین، برین مطالعه کنین، میبینین که زنها بسیار حقوق زیاد دارن اما شریعت او کسایی تعریف میکنن شریعت که حکمرانی میکنن. خب البته آقای مجاهد گفتن که 8 مارس فرصت خوب برای مطالبه حقوق زنان در چارچوب اسلامی. بله. است. ولی بسیار مدل جمعه. بله. از گذشته‌های دور شنیدیم که حق گرفته میشه، حق داده نمیشه. چقدر خود زنان به خاطر به دست آوردن حقوقشان تلاش کردن؟ خب البته در داخل افغانستان هم شما میبینین با این قیداد سختی که از امروز و با این ترسی که از با این جوانایی که از طرف امارات مسئولیت امنیتی را گرفتن در سراسر افغانستان و چقدر احساساتی هستند و هیچ امن نزاکت های اجتماعی فرهنگی اینا را اکدام می فهمند.
با وجود از این هم نسبت به ترس و وحشتی که جریان داره بازم زنها حرام نشیدن به خاطر حق خود، به خاطر دادخواهی، به خاطر عدالت، انصاف آواز بلند کردن. و شما میبینید که در تمام دنیا افغانهای ما، زنهای افغان، حتی برادرها، بردها آواز بلند کردن به خاطر از اینکه باید مکتبها، پوهنتونها و کارها و فعالیتهای زنها باید دوباره آغاز شود. ما امید میکنم که زنها به هیچ صورت سکوت نمیکنن، سکوت نمیشینن، آرام نمیشینن، فعالیت میکنن و حقشان است، حق برشان خداوند پاک داده، اینه هیچ کس گرفته نمیتونه. ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است ایست که حاکم باید بسیار عادل باشه. و امروز انتظار از این داشتم که امارات طالبان شاید یک کنفرانس بگیرن و اگر در خانما را دعوت کنن و از این خانما بشنون، مشکلاتشان را بشنون و بخواین بگوین چی ما باید بکنیم که مشکلات کم کم اثر رای زن از افغانستان برداشته شود. ما چقدر مشکلات داریم در ارتباط به فقر، به مشکلات داریم در ارتباط به زنای بیوی افغانستان، بدون شک مشکلات است، مشکلات به یتیما داریم. موارد مثبتی که در مورد زنان در افغانستان ایجاد شده، مثلا دخترها میرن درس میخوانن، در دانشگاه ها برایشان باز است. خب شما به عنوان یک بانو در رسانه میایین گپ میزنین، ما همکارای زن داریم، در بعض نهادها زنان کار میکنن، ولی بانو موسوی میگن کمین ابزار سیاسی و یک به عنوان یک ابزار استفاده میشه از این موضوع. آیا واقعا موافق هستین یا نه؟ من چیزایی که شما اشاره کردین بسیار زیاد ایره اندک میدونم. ما باید امروز شما میبینید که رسانه‌های افغانستان تقریبا رو به فلج است. صدای آزادی بیان که یک اصل از اسلام است که مردم باید گپ بزنن، مردم باید صدای خود بلند کنن، از حق بگوین و حق بشنوان. ولی متاسفانه شما میبینین که چی رقم برخورد صورت میگیره. شما میبینین که فعالیت های خانم ها مطلق فلج شده. من خودم 40 سال است که مبارزه میکنم، امروز 7 ماه میشه که دفتر ما در روزیش بسته است و من منتظر از این هستم که چه وقت رهبری طالبا فرمان صادر میکنه و اجازه دوباره فعالیت های خانم ها را در سراسر افغانستان میده که ما فعالیت کنیم. و این 4 تا پوهنتونی که امروز دوباره بعد از چند ماه باز شده یا مکاتب، ای بازم کافی نیست. در سراسر افغانستان باید زن ها فعالیت داشته باشند، دفتر داشته باشند. وزارتی که به نام زن بود یک آدرس بر زن های افغانستان بود، وزارت امور زن ها، ای باید دوباره به زن های افغانستان داده شود. و زن هایی که متحد به افغانستان هستند، متحد به اسلام هستند و واقعا زن های با مسئولیت هستند، زن های حسابی هستند، دلشان بر وطنشان می سوزه، همیشه طرفدار صلح بودند و صلح خواه بودند، باید که از اونا کار گرفته شود، امر از اونا مشوره صورت بگیره و ما باید تلاش کنیم، کوشش کنیم، صدایی بکشیم که صلح‌آمیز باشه و بر اصلاح جامعه ما باشه و بر اصلاح نجات زن در افغانستان باشه. و خانم‌ها یک نکته را اشاره میکنم، خانم‌های مثل رینا حمیری که تخریب کرد پروگرام آلازت محمد ظاهرشاه در لوی جرگه استراری که یکی از کسایی است که بود که همراه خلیلزاد تیمش آمده بود، این رقم تیپ زنا چطور نویس استاد ببخشید خلیلزاد به درد زنا نمیخوره، زنا خودشان در کابل باید حرکت کنن، باید باشن، باید زنا خودشان حرکت کنن، صدا خلا بلند فرصت برسه. بانو موسوی دو دقیقه فرصت داریم یا کمتر از او. شما فکر میکنین در صورت نادیده گرفته شدن زنان در افغانستان چه پیامد در انتظار افغانستان و وضعیت فعلی است؟ ببینید، توسعه حقوق زنان یا رشد حقوق زنان یعنی رفاه، یعنی اقتصاد، یعنی رشد اقتصادی، رشد اجتماعی و همچنین تاثیرات بسیار زیاده حقوق رشد حقوق زنان بر مسائل دیگه، بر ادبیات، بر تحصیلات، بر صنعت، بر کل گینا میمانه. شما فکر نکنید که اگر زن به عنوان یک فرد به حساب نیاریم، میتونیم که خود ما به تنهایی رشد کنیم و جای بر مردا زیادتر میشه، بهتر میشه. متاسفانه خود این را باید در نظر بگیریم که زن و مرد در یک حق برابر هستند، یعنی برابر به حساب میان و مثل هم میباشند، دو فرد هستند. هر چقدر که حقوق زنان رشد کنه، جامعه افغانستان رشد زیادتر خواهد کرد، صنعت در افغانستان رشد بیشتر خواهد کرد، ادبیات و فرهنگ رشد بیشتر خواهد کرد. بنابراین هر چقدر که ما بگیم برای زنها فعالیت کنیم و زنها در جامعه مطرح باشند، بهتر و بهتر میتونیم به آینده افغانستان امیدوار باشیم. در غیر صورت هر روز خواهیم دید که چالش های
جدید و نوین در افغانستان شکل میگیره که مانع استقرار یک حکومت خوب در افغانستان میشه، مانع استقرار امنیت در افغانستان میشه و مانع رشد اقتصادی و توسعه و رفاه اجتماعی میشه. بانو موسوی و بانو گیلانی تشکر از حضورتان در فراخبر و دوستان که بیننده برنامه بودید، خدا نگهدار.